برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مجموع رسانه امام حسین علیه السلام به مناسبت فرارسیدن اعیاد فرخنده شعبانیه اقدام به توزیع کیک و شیرینی بین زائران در عتبات عالیات نمود. بنابر اعلام روابط عمومی مجموع رسانه امام حسین علیه السلام به خبرگزاری اخبار شیعه، این مجموعه بنابر درخواست برخی از بینندگان خود در کشورهای مختلف به مناسبت اعیاد فرخنده شعبانیه اقدام به توزیع 410 کیلو کیک و شیرینی بین زائران عتبات عالیات در شهرهای مقدس کربلا و نجف اشرف نمود. لازم به ذکر است که 130 کیلو از این مقدار کیک و شیرینی در نجف اشرف و 280 کیلوگرم از آن در شهر مقدس کربلا بین زائران گرامی توزیع شد. وبگاه بغداد الیوم به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد 4 نیروی 8 عشایری در روستای الخوزه در منطقه هیت در استان الانبار در حمله عناصر گروه تروریستی داعش به شهادت رسیدند. در پی این حمله عناصر تروریستی نیروهای امنیتی عراق حضورشان را در مکان حادثه افزایش داده و در تلاش برای بازداشت عوامل دخیل در این رخداد هستند. در روزهای اخیر عناصر داعش بار دیگر با سوء استفاده از ناامنی‌ها در برخی مناطق عراق و سوریه اقدام به انجام عملیات‌های تروریستی کرده و شماری از مردم و نظامیان سوری و عراقی را به شهادت رساندند. معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت پس از مسمومیت چندین باره دانش آموزان در مدارس قم مشخص شد افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند. دکتر یونس پناهی روز گذشته یک شنبه در نشستی خبری در شهر مقدس مشهد افزود مسمومیت دانش آموزان مدارس قمی ناشی از ترکیبات شیمیایی در دسترس بود. از این رو عفونی و قابل انتقال به دیگران نیست. محفل انس با قرآن کریم با حضور زائران کشورهای مختلف اسلامی برگزار شد. گفتنی است این محفل انس با قرآن کریم به مناسبت جشن میلاد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در حرم مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در شهر نجف اشرف برگزار شد. انفجار تروریستی روز گذشته یک شنبه در یکی از بازارچه‌های شهر باراخان در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 14 کشته و مجروح بر جای گذاشت. منابع پلیس ضمن تایید خبر انفجار و تلفات آن اعلام کردند که محل وقوع این حمله تروریستی را محاصره کرده و تحقیقات را آغاز کردند. خبرهای اولیه حاکی از آن است که این حادثه تروریستی ناشی از انفجار بمب کار گذاشته شده در یک دستگاه موتورسیکلت بوده است. مجلس عوام کانادا با اکثریت قاطع به لغو قانونی رأی داد که بر اساس قانون مربوط به استان کبک تحت عنوان قانون 21 درباره ممنوعیت پوشش حجاب در اماکن عمومی لغو می شود. این قانون که در سال 2019 میلادی از سوی دولت محلی کبک مطرح شده مظاهر دینی را برای تمام کارمندان دولتی ممنوع می کند، اما 174 نماینده مجلس عوام با این قانون مخالفت کردند. لغو این قانون باید در مجلس سنا نیز به تصویب برسد و پس از آن دادگاه قانون اساسی حکم نهایی را درباره آن صادر کند. نگرانی ها از وجود افراد و گروه های خاص در نهادهای رسمی و قانونگذاری بریتانیا برای ایجاد نفرت و اسلام حراسی اخیراً بیشتر شده است. نتایج یک پژوهش تازه تحت عنوان امید نه نفرت نشان می دهد که این گروه مخفی ضد مسلمانان به صورت منظم و رسمی از سالهای 2012 به بعد در مکانهای معتبر و رسمی جلسات ضد مسلمانان را دایر کرده بودند.
این گروه ها رابطه مستقیم با انجیلی های آمریکا داشته و پول هنگفتی از سوی آنها دریافت کردند. این گروه افراطی ضد مسلمانان برای رسیدن به اهدافشان از تاکتیک های مختلف از جمله رسانه ها و راه اندازی کمپین و اعتراض خیابانی استفاده می کنند. تحقیق مجله کنترپونچ در آمریکا نشان می‌دهد FBI با مسلمانان برخورد دوگانه داشته. این گزارش با استناد به رسانه‌های معروف آمریکایی که در مورد عملکرد FBI مطالبی نشر کرده بودند نشان می‌داد که در چندین مورد تحقیقات درباره جامعه کاتولیک‌ها و روابط آنها با جنبش‌های افراطی را متوقف کرده، در حالی که این روند در جوامع مسلمانان ادامه داشته. بر اساس این گزارش در پرونده نیویورک جاسوسی علیه مسلمانان گسترده و خلاف قانون بوده. بخش‌های اطلاعاتی مسلمانان را برای نظارت فراگیر انتخاب کرده، در حالی که این اقدام تبعیض آمیز بوده و علیه مؤسسه‌ها یا افراد متعلق به هیچ مذهب دیگری انجام نشده است.